سلام، چطورین؟ با 36مین قسمت از آموزش های صفر تا 100 چند روزی با سارا در خدمتتون هستم. تو این قسمت من میخوام باز ابزارها رو بهتون معرفی کنم، چون خیلی از دوستان گفته بودن باز، یعنی یه سوال هایی کرده بودن که حالا حین ادامه ویدیو من همه سوال ها رو سعی میکنم جواب بدم، ولی اگر جواب ندادم حتما برای من کامنت کنین که من به اون کامنت ها جواب بدم و بتونم اگر چیزی رو توضیح ندادم باز توضیح بدم. بیشتر از این وقتتون رو نمیگیرم، بریم که ادامه ویدیو رو ببینیم. سابسکرایب یادتون نره، همینطور که من به شما انرژی مثبت میدم شما به من انرژی مثبت بدین. بریم که ادامه ویدیو رو ببینیم. اومد که بتونم دوباره براتون ابزارالات رو معرفی کنم، چون سوال خیلی از دوستان بود، خیلی از دوستان پرسیده بودن که مثلا با چه ابزارهایی ما میتونیم کار رو شروع کنیم و استارت کار رو بزنیم. من معمولا تو پارت یک این قسمت که یعنی میشه اولین قسمتمون، کامل راجع به ابزارا از پیشرفته تا حرفه‌ای کامل توضیح داده بودم، اما باز حالا اینجا یه سری چیزای دیگه هم بهتون معرفی میکنم که حالا با جزئیات بیشتر که تو ویدیوها، کلا تو ویدیوها خیلی ازش استفاده کردیم و میتونین تو حین ویدیوها کامل ببینین همه حالا کار کرد با این ابزارها از حرفه‌ای تا به قولن پیشرفته. اولین چیزی که خیلی کمکتون میکنه که یعنی اولین چیز در چرم دوزی و چرم سازی هستش، مشته، سنبه و تخته تفلون. حالا من تخته تفلونم رو اینجا ندارم، یه چیزی شبیه اینه ولی خب ابعاد مربع به این صورت. اولین چیزی که نیاز دارین برای حالا خیلی خیلی مبتدی سنبه است، اینم مشته است و تخته تفلون، که حالا من تخته تفلونم رو نمیدونم، پیدا نکردم، نمیدونم کجا گذاشتم. یه تخته مربع ماننده، حالا در هر سایز و اندازه‌ای که بخواین هست، جنسش تفلونه که شما وقتی این رو میزنین رو این کار، یعنی به این صورت میذارین اینجا کار، سنبتون رو میزنین روش، اینجوری میزنین رو کار، رو این حالا خط میفته و اینا و چرمتون رو سوراخ میکنه. که تو ویدیو اول بهتون گفتم جایگزین این ستاتیکه که خیلی هم پر سر و صدا هستش، مخصوصا برای کسایی که تو آپارتمان زندگی میکنن خیلی پر سر و صدا هستش، جایگزین اینا که من دیگه خیلی کم از این است، اصلا از این استفاده نمی کنم. فقط زمانی خیلی به کار من میاد که یه قسمتی از دقیقا وسط کار بخوام سوراخ کنم که نبتونم با دستگاه پانچ بزنم این سوراخ رو، نبتونم با دستگاه پرچ این سوراخ رو بزنم. برای همین دیگه تو اون شرایط من از این استفاده میکنم، وگرنه اصلا دیگه این برای من کاربردی نداره. و یه چیز، یه نکته دیگه هم که بهتون بگم برای اینکه صدا نده، چون ببینی اگر اینجوری باشه این خیلی صدا میده و خیلی پر سر و صدا هستش، حتما کف مشتتون رو یا چرم بزنین یا موکت بزنین که این صدا رو نده، یعنی شما وقتی این رو میزنین رو کار این صدا نده. خب جایگزین اینی که بهتون نشون دادم الان این هستش، دستگاه پانچ که مال منم بهتون گفتم آلمانیه، آلمانی اصله، این پانچه های بازاری نیست و خب سری داره که این سری ها عوض میشه، مال خودش اصلی خودش از سایز 1.5 داره تا سایز 4.5 نمیدونم یا 5 میله، فکر کنم همون 4.5. خب که من اومدم دو تا از اینا رو که کوچکترین سایز 1.5 بود 1 گذاشتم، این خیلی راحت در میاد اینا. خب به این صورت که شما خیلی راحت میتونین با یه دنباریک بزنین زیر این کار، حالا من اگر بزنم شاید پرت بشه بیرون، میزنین از داخل این کار، میزنین اینجوری زیر کار و خب این خیلی راحت اینجوری میچرخه. میگم که الان من اگر بخوام اینو در بیارم پرت میشه. ببینین زدم زیر کار و این در اومد. خیلی راحت میتونین این رو عوض کنین.
مشابه این کار تو بازار خیلی زیاده، اما به خوبی این کار من ندیدم. این حدوداً به تومن بخوام بگیریم، چون نمایندگیش اینجا تو دبی هستش، به تومن بخوام بگیرم یه چیز هولوش 2 میلیون 2 میلیون و نیم در میاد. و خوبی که داره، ببینین این قسمت جای دست داره، اصلا دستتون رو خسته نمی کنه. یعنی شما قشنگ جا رو میذارین جای دست، این دست رو خسته نمی کنه. دو اهرمه هست، قفل داره، مشابه، یعنی در واقع فیکش تو بازار هست، تو بازار ایران، ولی به خوبی این نیست، به نرمی این هم نیست. این دوست 10 ساله منه، حدودا 10 سالی هست که من این رو دارم و به قولن آخ نگفته. و یه چیز دیگه هم که هست، این قسمت، این خیلی وقتا تو خیلی از مثلا همین فیک ها این زود خراب میشه، ولی این الان من 10 ساله دارم و هنوز این قسمت سالمه و آخ نگفته به قولن. پس یکی از جایگزین مشت و سنبه این هستش. و جایگزین بعدیش که خیلی خیلی من استفاده دارم و مطمئنن تو ویدیو هم کامل دیدین و به قولن دست راستم هست، این هستش، دستگاه پرچ. که اجازه بدین من این رو در بیارم نشونتون بدم. این دستگاه پرچه. خب البته دستگاه پرچه من خیلی قدیمیه، یعنی مال همون 10-12، همون اوایلی که تازه چرمدوزی یاد گرفته بودم این دستگاه رو خریدم، و خیلی خیلی قدیمیه این دستگاه. و مشابه این کار شاید خرازی ها یا حالا چرم فروشی ها خیلی قدیمی داشته باشن، ولی شبیه این کار رو من ندیدم. برندشم بی ها پارچ، نمیدونم همچین اسمیه، بی پارچ نمیدونم همچین اسمشه. خب این خیلی خیلی دست راست منه. خیلی ها میگن که ما این رو چجوری تنظیم کنیم. ببینین، البته یه چیزی هم بهتون بگم، خیلی سنگینه این فک من اینجا، این قسمت فک من 7 سانتی متری هستش. خب این قسمت 7 سانتی متره. خیلی ها حس میکنم 6 سانتی‌متری هست، کوچیکتر هم هست، میکنم یادم نیست چه سایز هایی داره، ولی مال من 7 سانتی‌متریه. اینجا داخلش یه شیار داره، میبینین یه شیار داره که یه پیچ اینجا داخلش هست. ببینین این، شما باید این رو تنظیم کنین، حداقل اینقدر از کار باید بیرون باشه، یه 1 سانتی‌متری از کار بیرون باشه که قشنگ کارتون رو پرچ کنی یا پانچ کنی یا هر چیز دیگه. خب بذارم رو دوشم، خیلی سنگین. این تخته تفلونش هست که میگم جایگزین همون مشت و سنبه هست که من چیز کردم. اینم سنبه چنگالی بهش میگن، سنبه چند سرم بهش میگن، که من معمولا 6 سرش رو استفاده میکنم، که این نصب میشه بالای کار، یعنی این قسمت نصب میشه و این تیکه هم میشینه پایین این قسمت. یعنی الان این کار شما رو فوق‌العاده راحت کرده، به خاطر اینکه واقعا دست راسته و واقعا بی سر و صداست. تو ویدیوهای قبلم هست کار کرده این، یعنی تفاوت این و اون که حالا داریم میزنیم و اینا، تو کارم براتون کامل توضیح دادم این رو. وای که چقدر سنگینه. خب بذارین این چیزاش رو توضیح بدم، گلویاش رو. خب استفاده ای که دیگه این داره، دکمه 4 تیکه است، که دکمه 4 تیکه است ما نرمادگی داریم، که اینم باز تو ویدیوها توضیح دادم، این که سرش اینجوری تیز هست و این که سرش به این صورت هست، برای نر هست، برای ماده هست، این چیز که نشونتون دادم برای مادگی هست، که این میشینه پایین این کار، و این یکی هم وصل میشه، افتاد پایین، و این یکی هم وصل میشه بالای کار. خب که شما خیلی راحت اینجوری میزنین و این پرچ میشه. خب این یه قالب از دکمه 4 تیکه و یه قالب دیگه‌ش هم اینه، که این میشه برای قسمت نرش، که باز همینجور این میشینه اینجا و این هم میشینه اینجا و اینجوری پیچ میشه. خیلی سنگینه. خب اینجوری پیچ میشه اینجای کار. و همینجور
دستگاه خیلی سنگین بود، ترجیح دادم بذارم پایین. خب و یه چیز دیگه داریم برای پرچه، پرچه حالا درو داریم یه طرف داریم، اگر درو باشه اینه یه سمتش و یه سمتش اینه، اگر درو باشه، اگر یک رو باشه یه سمتش همینه و یه سمت دیگهش اینه، اینجوری داره. این برای پرچه، این قالب اینجا صافه. خب بعد یه چیه قطعه دیگه که داریم برای پرچه توخالیه، که جدیدن پرچه توخالی که اومده دیگه حالا نیاز به اینجوری پرچ کردن نیست، پیچ داره، خیلی قشنگ پیچ رو باز میکنین و هم میبنین، البته گرون هست ولی خب کار رو خیلی قشنگ و شکل میکنه برای پرچه توخالی بزرگه. حالا این سایز بندی داره، مثلا طبق حالا من سایزی که گرفتم فکر کنم 1.2 میل، یعنی یک سانت و 2 میل که برای پرشیه که حالا انجام میدیم. این سریای مختلف داره. خب این از دستگاه پرچمون. بعد چیزی که دیگه نیاز داریم و خیلی به دردتون میخوره قیچی هستش، که من انواع و اقسام قیچی ها رو دارم. یه دونه حتما، این قیچی چرمه و مخصوص چرمه، حتما یه دونه برای چرم داشته باشین، یه دونه هم از این عادی ها و معمولی ها برای بریدن پارچه و نخ و اینا، چون اگر با این مال چرمتون پارچه و اینا هم ببرین چرمتون چیز عمر قیچیتون رو کم میکنین، کوتاه میکنین عمر قیچیتون. خب بعد اینایی که الان دارم توضیح میدم برای حالا راه اندازی کارتون هست. خب برای پیشرفته، وقتی رسیدیم به پیشرفته کامل براتون توضیح میدم قسمت چیز ابزارهای پیشرفته. یه کاتر میخواین، کاتر با تیغ یکی از باز ابزارهای مهمتون هست برای شروع کار. من برای کشیدن کار از راپید سفید استفاده میکنم، ولی خب خودکارهای دیگه هم هست که میتونین حالا برای چیز استفاده کنین. خب بعد خطکش ها رو داریم، خطکش علامت گذاری که اینجوریه، خطکش بلند علامت گذاری برای نقطه گذاری هستش، خطکش 30 سانتی فلزی، حتما فلزی بگیرین چون خطکش معمولی معمولا وقتی کاتر میزنین پار تیکه میشه، خورد میشه، حتما فلزی بگیرین. و گرد کن که باز هم یه نوع شابلونه که حالا برای نیم دایره دادن به قسمت های گوشه کار خیلی ازش استفاده میشه، هم از قسمت بالا استفاده میتونین بکنین هم از این قسمت های داخلی. بعد پاکن چرم رو داریم که بهش میگن کرپ. خیلی ها این سوال رو میکنن، این کرپ خیلی به دردتون میخوره، همه چیز رو براتون پاک میکنه تقریبا، مگر این که ازش گذشته باشه و کلن جذب چرمتون شده باشه. حتما اگر خطی چیزی رو کارتون کشیدین همون موقع با همین کرپ پاکش کنین، حتی رنگ رو هم میتونین با همین کرپ پاک کنین. بعد یه چیز دیگه داریم برای زیر دستی، بهش میگن تخته آلوین. اینم یه ابزار مهمه که حالا طبق نسبت به اندازه میزتون این تخته داشته باشین و شیشه، چون من الان رو میزم شیشه هم دارم که حالا یه دونه از شیشه هام رو تلفات دادم و شکوندم، ولی شیشه هم حتما زیر دستتون باشه. و این تخته آلوین، تخته آلوین معمولا خیلی زود خراب میشه به خاطر اینکه خب خیلی روش بعد دیگه تو ویدیوهای من دیده باشین که تخته آلوین هم دیگه چقدر کثیف شده و چقدر خط افتاده توش. خب یه سری چیزای دیگه هم هست. آها فندک رو داشته باشین. بعد خیلی راجع به نخ از من سوال کرده بودن که من این نخ ابریشم رو از کیان تولز گرفتم و نخ ایتالیه سایز 20. اینجوری بگیرم. ایتالی سایز 20. خب خودش یه خورده موم داره و خب خیلی نخ خوبی هست نسبت به حالا موم زده های بازار. ببین موم زده های بازاره. این موم زده های بازاره. ببینین ضخامت اینو ببینین
که خیلی زخیم و زشته و ضخامت این رو ببینین چقدر ظریف و زیباست. این نخ ابریشم بود این که بهتون معرفی کردم و نخ مومزده. این نخ مومزده است، البته این سایزی که من دارم 17 همه. برای اینکه کارتون ظریف‌تر و قشنگ‌تر در بیاد اگر از نخ مومزده استفاده می‌کنید حتما سایز 17 هم بگیرید. سایز 1 و اینا خیلی زمخته، یعنی کار رو حالا در ابعاد خیلی بزرگ مثلا کیفتون باشه زیاد مشخص نمیشه، ولی در کل برای ظرافت کارتون حتما هرچی دهمش کمتر باشه کارتون قشنگ‌تر میشه. آها این سنبه هم هست که میتونین، یعنی دو کار است این سنبه ها که میگیرین دو کار است، حتما اینو بگیرین. رنگ سیاهش هم هست تو بازار، این قطر اینجاش کمتره، وقتی میذارین رو دستگاه دکمه زن به اون پایه پایین نمیرسه و چرمتون رو سوراخ نمیکنه، حتما اینو دقت کنین. این هم میتونین دستی ازش استفاده کنین، هم نصب کنین رو دستگاه دکمه زن. این خیلی خوبه، اگر میخواین بگیرین سنبه چند سر حتما از اینا بگیرین. از سایز از دو سرش هست تا هست سرش. من واقعیتش هست سرش به هم خوب جواب نداده و استفاده نمی کنم هست سرش، بیشتر شیش سر استفاده می کنم و خب خیلی به من جواب داده و اینا. خب سوزن رو داریم، سوزن رو داریم، اینجوریه سوزنمون، تهش باید درشت باشه مشخصه یا نه. این سوزن که باز یکی از ابزارهای مهم هستش و خب تقریبا ابزارهایی که حالا کارتون رو شروع میکنه و رام میندازه کارتون رو گفتم. حالا بریم برای ابزارهای حرفه‌ای. خب البته لابلاش ابزارهای حرفه‌ای هم بهتون گفتم. خب آها راستی این چسبم یادم رفت، این چسب، من چسب آهن استفاده میکنم، حالا الان تازگی چسب گیاهی و اینا هم هست بازار و خیلی چسب گیاهی استفاده میکنم، ولی این رو در نظر بگیرین معمولا چسب گیاهی این چسب سوپرگلو عمل میکنه، خیلی سفت میشه، برای همین یعنی تقریبا شبیه به اون عمل میکنه و بعضی وقتا اصلا دیگه نمیتونین کار رو مثلا جدا کنین یا چیز کنین. اینا رو در نظر بگیرین برای حالا چسب. این چسب خیلی خوبه، حالا به خیلی ها جواب داده، مطمئنن به شما هم که اول راهتون هست حتما جواب میده. خب بریم برای ابزار حرفه‌ای. اول یه سری ابزارات داریم، اینا این کوچولو موچولو که بیشتر برای حالا دستبند و مثلا ببینین این سه کار است. خب برای رول کردن برای دستبند و مثلا چیزای ظریف بیشتر استفاده میشه، اینا که نشونتون میدم این سه کار است، میتونه رول کنه، ببنده و بچینه. خب این سیمچینه که من معمولا برای ته زیپام که میخوام دهان فلزی هستن ته زیپامو که میخوام بکنم با این میکنم. اینم که دنباریکه، که این دنباریک من معمولا بعضی وقتا کیفا که خیلی سفته و سوزن از توش در نمیاد خیلی راحت با اینا در میارم، معمولا اینا اینجوری رو من جواب میدن اینا. خب اینا هم بقیهش همه از سیمچینه و حالا قسمت هایی که میخوام بچینیم و اینا. اینم بیشتر برای چیز استفاده میکنم، برای حلقه و اینا که میخوام از هم دیگه بازش کنم. این یکی از ابزارها، دنباریک رو حتما، یه دنباریک بزرگ رو حتما تو کارتون داشته باشه، خیلی به دردتون میخوره خیلی جاها. خب پیشگوشتی، که البته پیشگوشتی که من دارم پیشگوشتی که من دارم چندین سر، ببینین این همه سرها در همه ابعاد و اندازه ها رو داره پیشگوشتیه. خب بعد مانیکور چرمه، مانیکور چرم که برای گوشه ها و دور تا دور کار هستش. اینا رو همش تو ویدیوهای قبل همش توضیح دادم راجع به این مانیکور چرم، که هم میتونین رنگ لبه رو ازش ببرین، یعنی اگر رنگ لبه شوره کرده باشه میتونین ازش ببرین، همین که دور کار رو قشنگ تر میدین، یه لایه دور کار رو برمیداریم برای رنگ لبه که صیقلی بشه. اینم
چیز رنگ لبه است که من اصلا از این استفاده نمی کنم، از پوکه خودکار و از پوکه چیز استفاده می کنم، پوکه قلمو. هرچی سر قلموتون ثابت تر و یعنی هرچی سر چیزی که میخواین رنگ لبه بزنین ساده نازکتر و باریکتر باشه، رنگ لبه قشنگتری رو بهتون میده. از پوکه خودکار هم میتونین استفاده کنین. خب درفش رو داریم که درفش هم یه جورایی حکم مداد براتون داره، اینم تو ویدیوها تو شورت ویدیوها گفتم. درفش رو خیلی قشنگ میتونین الگوتون رو که میارین رو کار با درفش دورش خط بندازین که قشنگ کارتون رو انتقال بده رو چرم. خب اینا سنبه های ببین نیم دایره است که برای نیم دایره دور چرم ها استفاده میشه. اینم سنبه، اینم اون سنبه است که برای چیز من خریدم، برای مثلا کمربند و اینا بیشتر استفاده میشه. اینم کوچیکترش، البته اینا زیاد به دردتون نمیخوره، من استفاده ای ندارم ازشون، فقط اینجوری خریدم. خط انداز، این خط اندازی که من دارم حتما بگیرین چون چند کاره است. این خط انداز سایز بندیش هم خیلی راحت با این سایز میدین بهش، میشه حرارتی باشه میشه عادی باشه، یعنی کلا همه کار رو براتون انجام میده این خط انداز. سنبه سر تفلون که برای اوریبزن استفاده میشه، حالا اوریبزن رو نشونتون میدم، و برای اینکه کارتون کلا وقتی حالا برای رو اوریبزن و اینا میزنین کارتون خراب نشه، یعنی اوریبزنتون خراب نشه، چون اگر با اون سنبه‌ای که اول نشونتون دادم بزنین اوریبزنتون میشکنه، یعنی عمر وسایلتون رو خلاصه کم میکنه اگر با اون کار کنین. خب اسلیکر رو داریم، اسلیکر هم برای حالا خط اندازی دور تا دور، اگر داخل مثلا کمربند یا حالا کیف هر چیزی دیگه ای که داخلش تکسون مکس یا شلاقی اینا کار کرده باشین که میخواین یه دور قشنگ دور کارتون بدین، یه برجستگی بگیره کارتون، از این استفاده میکنین که میشه اسلیکر. اینم آرمیتاشه که برای رنگ سیغلی کردن رنگ. و یه چیز دیگه هم که داریم لیویزه، که البته من لیویز جانمون رو نشون دادم، این که لیویز کیان تولزه که فوق العاده لیویز خوبیه و به هر کی که پیشنهاد کردم راضی بوده، کار باهاش راحته مگر اینکه تخصص داشته باشین، یعنی باید یاد بگیرین چجوری با این کار کنین. و حالا میخوام سه تا مدل نشونتون بدم. این ژلیتیه، اینم حالا چینیه که معمولا تو بازار هست. این ژلیتی پیچ داره اینجا، این پیچو باز میکنی، این یه تیغه میره این داخل، نداره تیغه، یه تیغه میره این داخل و اینجوری میکشین رو چرم که خیلی کار سختیه. خب و خیلی هم این سنگینه، دستتون درد میگیره، اصلا به درد نمیخوره، اصلا بهتون پیشنهاد نمیکنم. اینم تیز کردنش خیلی کار سختیه، باید یا سنگ نفت داشته باشین یا بدین لوازم آشپزخونه یا براتون با دستگاه این رو تیز کنن، از یه طرف هم اینو تیز میشه، حواستون باشه. این مال کیان تولز هم همینجور از یه طرف تیز میشه. من با این کار نکردم، یکی دو بار کار کردم دستم خسته شد، اذیتم کرد و تیز نشد اونجوری که میخوام تیز بشه، و کلن از کیان تولز استفاده میکنم، از یعنی چیز کیان تولز استفاده میکنم. آها پک اوریبزنمونم نشونتون بدم که مال کیان تولز هستش. اینم پک اوریبزنمون هست که 6 تا سر داره با دو تا حالا دستگاه که اینا جابه چیز میشه در میاد، این پیچی که اینجا هست، این چیزی که اینجا هست، اینا رو باز میکنه و این سریا رو شما میتونین عوض کنین و فوق‌العاده کار من رو راحت کرده و ظرافتی که داره واقعا قابل تحسینه، یعنی کارای کیان تولز همش چون دستساز هستش فوق‌العاده با کیفیته.
تقریبا همه چیز رو گفتم. برنامه دارم برای چرم ها، معرفی چرم ها، خوب و بد چرم ها، اما کی اجرا بشه خدا میدونه. ها یه چیز دیگه هم هست، داغکوب. اینم داغکوبه که حالا هویه داره و این سریش به این صورت باز میشه. شما این کلیشه رو میتونین بدین براتون بسازن، این کلیشه رو میدین بسازن و بعد میزنین تو برق، داغ میشه و رو کارتون داغکوب میکنین. تقریبا همه چیز رو گفتم، نمیدونم شاید چیزی هم فراموش کرده باشم. آها، سنباده هم که برای رنگ لبه استفاده میکنیم، من پی 360 استفاده میکنم و پی 1200 سنباده های پشت کاغذی که معمولا برای تخت سلایی و اینا هم استفاده میکنم. من برای حالا رنگ لبه زدن کلن از اون استفاده میکنم. خلاصه تقریبا همه چیز رو گفتم، همین. سابسکرایب یادتون نره. همینجور که من به شما انرژی مثبت میدم، شما به من انرژی مثبت بدین. میدونم شاید این چیزها رو تو ویدیو قسمت اول هم گفته باشم، با این تفاوت که این ویدیو ادیت میشه و اون ویدیو ادیت نشده بود، که حالا یه قسمت های حذف میشه و اینا. خیلی خیلی خوشحالم که تا اینجا با اتون همراه بودم و کلی تونستم چیزای خوب یادتون بدم و کلی انرژی مثبت گرفتم ازتون. و اینکه حتما حتما ویدیوام رو تا آخر ببینین و همین. خوشحالم که تا اینجا در کنارتون بودم، هستم، خواهم بود. راه‌های ارتباطی رو براتون تو دیسکریپشن می‌نویسم، حتما حتما تو دیسکریپشن ببینین. هم اینستاگرامم هست، هم شماره تلفنم هست. من در خدمتتون هستم برای هر کمکی که خواستین. موفق و معید باشین. خدا یار و نگهدارتون.